درود بر همیهنان عزیزم در جای جای این کره خاکی به دومین دو و آخرین بسته خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید. در فرصت پیش رو به دو عنوان خبری اشاره خواهیم کرد. افشای فساد جنسی فرمانده بسیجی که باعث فرار بسیجی ها از یک پایگاه در تهران شد. پای قالیباف به پرونده های فساد جنسی باز شد. فراخان بزرگ پدر محسا امینی برای سالگرد انقلاب ملی. محسا دختر ایران است. اما قبل از مشروح این اخبار تصاویری ببینید از رشادت های مبارزین راه آزادی که شجاعان خود را برای خلق حماسه دیگر در 25 شهری بر ماه آماده می کنند. به نام زن زندگی آزادی بفرمین فراخنه شهری دار. زن زندگی آزادی اینجا روی در است آمده سازی برای سالگرد. زن زندگی آزادی من دختر سرباز میان یک هستم با اینکه نمیتونم توی اعتراضا شرکت کنم و اجازه گرفتم و نقوشی شیر خورشید کشیدم همی هنان عزیز در آستانه سالگرد قتل حکومتی محسا جینا امینی به دست رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی هستیم. با هر تفکر و هر اندیشه تقاضا مندم که در روز 16 سپتامبر برابر با 25 شهریور در تظاهرات سراسری شرکت نمایید برای زن زندگی آزادی در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم افشای فساد جنسی فرمانده بسیج که باعث فرار بسیجی ها از یک پایگاه در تهران شد پای باف به پرونده های فساد جنسی باز شد پس از افشای زنجیره ای فیلم هایی از روابط جنسی چند مدیر و مقام مسئول جمهوری اسلامی از جمله با جناق یکدیگر چند فیلم و عکس از روابط جنسی محمد باقر بزرفشان فرمانده پایگاه بسیج اوین تهران با چند مرد دیگر لو رفته است. کانال تلگرامی رادیو گیلان که اغلب این ویدیوها را منتشر کرده روز شنبه 11 شهریور با انتشار تصاویری گزارش داد روزی رئیس حراست ستاد مدیریت بحران نامی محرمانه به مدیر کل حراست شهرداری تهران بزرگ میزند و گزارش میدهد محمد باقر بزرفشان رئیس مرکز بعد از ساعات اداری و شب هنگام پسران جوانی را با خود به دفترش می آورد و تا پاسی از شب پشت درهای بسته می ماند. طبق این گزارش از آنجا که بزرفشان از مدیران انتصابی محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی است، مدیر کل حراست شهرداری گزارشها را نادیده گرفته تا اینکه حراست ستاد بحران در فرصتی مناسب تلفن همراه بزرفشان را که در یک جلسه کاری روی میز کارش بوده به دست آورده و محتویات داخلش را تخلیه می کنند. تایید یا رد این اطلاعات به طور مستقل ممکن نیست اما دست کم طی ماهای اخیر آنچه ادمین رادیو گیلان منتشر کرده از قرار معلوم مستند بوده است. بزرفشان که در دوره محافظ قالیباف بوده اکنون فرمانده پایگاه بسیج اوین است. پس از آن ویدیو و تصاویر بیشتری از محتوای تلفن همراه بزرفشان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. یکی از این ویدیوها مربوط به روابط جنسی بزرفشان با یک مرد بیموست که لباس خواب قرمز زنانه بر تن دارد گفتیم شود در این ویدیو شریک جنسی بزرفشان معاون یکی از پایگاه های بسیج تهران است بنا به گفته منابع مطلع پس از انتشار این ویدیوها از بزرفشان چهل تن از نیروهای حاضر در این پایگاه درخواست انتقال از این یگان به پایگاه دیگری را دادند و در نامی خطاب به فرمانده بسیج شمیرانات اعلام کردند حاضر به فرمان برداری از بزرفشان پس از افشای روابط ناسالمش نیستند. رادیو ایلان می نویسد بزرفشان از مزدوران حکومتی است که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی با زنجیر چرخ مردم را ضرب و شتم می کرده است. برخی منابع غیررسمی ادعا کردند بزرفشان دردانی غالیباف است و از ماجرا خبر داشت است. یکی از این تصاویر مربوط به حکم انتصاب بزرفشان به عنوان فرماندهی گردان آشورای حوزه 131 ولفجر است که امضای فرمانده بسیج ناحیه جماران را دارد برخی تحلیلگران معتقدند افشای زنجیره‌ای ویدیوهای مربوط به فساد اخلاقی مدیران میانی نظام نتیجه دعوا و جدال درون قدرت است وگرنه جاگذاری دوربین در خانه و محل کار مقامات و وابستگان نظام و بعد هم لو رفتن آنها کاری نیست که شهروندان عادی در آن دخالت داشته باشند فراخان بزرگ پدر محسا امینی برای سالگرد انقلاب ملی محسا دختر ایران است امجد امینی پدر مهسا یا ژینا امینی در گفتگوی جدید خود از برگزاری مراسم سالگرد برای دخترش خبر داد امجد امینی در مصاحبه اختصاصی تاکید کرد برای گرامی داشت نام و یاد ژینا یا محسای شهید و مظلوم و معصوم و شادی روح پاک ایشان و تسلای خاطر خانواده و بستگان و همه دوستدارانش برانیم که امسال مراسم سالگرد را برگزار کنیم اما قطعا با توجه به شرایط نمی توانیم به صورت رسمی برای دعوت مردم در مراسم فراخوان بدهیم و یا به مردم بگوییم که در مراسم شرکت نکنند آقای امینی افسود امروزه همه می دانند که محسا فقط متعلق به خانواده امینی نیست و او دختر ایران است و متعلق به تمام کشور است و همه دوستداران محسا به مسابه خانوادهش هستند بنابراین مردم هر طور تصمیم بگیرند ما مطیعشان هستیم او در این مصاحبه نوشداری با خبرنگار صدای آمریکا با اشاره به نگرانی های مقامات حکومت جمهوری اسلامی گفت که آنها از ما میخواهند تحت هیچ شرایطی فراخوان ندهیم و مردم را به مراسم دعوت نکنیم امجد امینی در ارتباط با وضعیت حقوقی پرونده دخترش گفت تا کنون هیچ جواب روشن و قانع کننده نگرفته ایم که نه ما و نه مردم را قانع می کند به ما تحویل می دهند. با وجود این کماکان از طریق وکلای محترم پیگیر پرونده هستیم و امیدواریم به حقیقت امر و حق خود دست پیدا کنیم اما متاسفانه تا به حال هیچ نتیجه ای نگرفته ایم و جوابی ندادند او خطاب به خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان در جریان اعتراضات مردمی نیز گفت هیچ پیامی غیر از عرض ادب و احترام و ارادت نداریم و ممنون حمایت ها و پشتیبانی این خانواده های بزرگوار داغدار و مصیبت زده و آسیب دیده هستیم. آقای امینی افسود عمیقا به خاطر مصائب و مشکلاتی که برایشان پیش آمده متاسف و متأثریم و از بابت اینکه نتوانستیم به خاطر شرایط با همه آنها از نزدیک ابراز هم دردی و همدلی کرده و یا کمک و حمایتی بنماییم احساس شرمندگی می‌کنیم. امجد امینی همچنین خطاب به همیهنانش هم گفت جز تشکر و سپاسگذاری پیام خاصی نداریم قدردان همت و بزرگواریشان هستیم که خواهر و دختر خود را فراموش نکردند امیدوارم مواظب خودشان باشند که آسیبی نبینند دور تازی اعتراضات مردمی که از اواخر شهریور 1401 پس از کشته شدن محسا یا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد از بزرگترین و جدیترین چالشها علیه حکومت جمهوری اسلامی طی 44 سال گذشته بود است بنابر آمارهای ارائه شده از سوی سازمانهای حقوق بشری مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات مردمی نزدیک به 600 نفر از جمله زنان و کودکان را کشتند چندین هزار نفر را زخمی کردند و بیش از 20 هزار شهروند ایرانی را بازداشت کردند دولت‌های غربی نیز در واکنش به این سرکوب خشونتبار چندین بسته تحریمی را علیه نهادها و مقامات جمهوری اسلامی وضع کردند در همین ارتباط منابع خبری گزارش دادند که صفا آیلی دایی محسا امینی سهشنبه چهاردهم شهریور در خانهاش در سقز بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت یک منبع مطلع به آژانس خبری کردپا خبر داده که مأموران بازداشت کننده بدون ارائه حکم غذایی به خانه صفا آیلی یورش بردند و او را بازداشت کردند بنابر این گزارش منبع مطلع اعلام کرده که تاکنون نهاد بازداشت کننده و مکان نگهداری و همچنین دلیل بازداشت و اتهامات علیه او روشن نیست همچنین وبسایت هنگاو به نقل از منابع خود نوشته نیروهای اداره اطلاعات سقز با پنج اتومبیل پر از نیرو و بدون برگی غذایی به خانه صفا عائلی سی ساله هجوم بردند اشکان امینی برادر محسا یا ژینا امینی که سال گذشته حین بازداشت خواهرش به همراه او بود در یک استوری اینستاگرامی بازداشت صفا آیلی را تایید کرده است. موج بازداشت خانواده های دادخواه با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن محسا امینی و احتمال از سرگیری اعتراضات که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است در شهرهای مختلف ایران جریان دارد و فشار بر فعالان مدنی، روزنامه زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه افزایش یافته است. در روزهای پیشین فرهاد زارعی برادر دادخواه میلاد زارعی وحید کیا معصومه آذری هلیا کیا و امیر کیا چهار عضو خانواده هنانی کیا در مازندران کوروش وزیری و نسرین علیزاده همسر و خواهر شیرین علیزاده در اصفهان فرامرز براهویی برادر اسماعیل براهویی در سیستان و بلوچستان شرمینه حبیبی همسر فریدون محمودی در کردستان محسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی در مازندران بازداشت شدند همچنین مسا توانا و یاسین طیبی خواهر و همسر خواهر مهران توانا در گیلان بازداشت شده بودند که به قید وسیقه آزاد شدند از سوی دیگر لیلا مهدوی مادر سیاوش محمودی به دادسرای اوین و همه اعضای خانواده سپهر اعظمی به دادسرا و اداره اطلاعات کرج احضار شده بودند حسین کیا یکی از بستگان خانواده حنانی کیا در روزهای گذشته گفت که خانواده های دادخواه به دلیل سالگرد محسا و بچه های خودشان تحت فشار هستند و نیروهای امنیتی میخواهند همه چیز را آرام و به زعم خودشان بدون دردسر به پایان برسانند اما مردم در ذهنشان از جمهوری اسلامی عبور کردند و روزی روی کاغذ هم از آن عبور خواهند کرد دفتر آبرام پیلی جانشین فرستادی ویژه آمریکا در امور ایران با اشاره به اخبار منتشر شده از بازداشت و فشار به خانواده های قربانیان جمهوری اسلامی تلاش آشکار برای ایجاد ترس در بین ایرانیان مخالف را محکوم کرده و گفته به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرکوب و ارعاب خانواده‌های معترضان کشته شده این تلاش آشکار برای ایجاد ترس در بین ایرانیانی که پیش از سالگرد درگذشته محسا امینی چیزهای زیادی را از دست دادهاند محکوم می‌کنیم همراهان عزیز و گرامی به پایان این برنامه از کانال کیوس رسیدیم فراموش نکنید نظر خودتون رو در ارتباط با این اخبار و مسائل روز با ما در میان بگذارید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در رساندن اخبار به روز و مهم همیهنانمون به شما عزیزان رو داره بالای کردن این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید شب بر همگی خوش پاینده ایران و ایرانی